درود بر شما شنوندگان گرامی این پادکست خبری امروز سهشنبه 29 اکتبر 2024 اسپیس فارسی است که من پیمان جمالی اون رو تقدیم حضورتون میکنم اسرائیل قانونی را تصویب کرده است که آژانس پناهندگان فلسطینی آنروا را از فعالیت در این کشور منع میکند این رأی پس از مناظره آتشین بین حامیان این قانون و مخالفان آن که عمدتا اعضای احزاب پارلمانی عرب بودند با نتیجه 92 در برابر ده رأی به تصویب رسید در همین حال وزیر امور استرالیا نیز از تصمیم پارلمان اسرائیل مبنی بر ممنوعیت آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد انتقاد کرد طبق قوانین جدید آژانس سازمان ملل آنروا یک سازمان تروریستی تلقی خواهد شد. جمشید شارمهد زندانی ایرانی آلمانی در ایران اعدام شد. آقای شارمهد در فوریه 2023 به اتهام حمله تروریستی برنامه ریزی شده به مسجدی در سال 2008 که منجر به کشته شدن 14 نفر از جمله 5 زن و یک کودک شد و همچنین برنامه ریزی برای حملات دیگر به اعدام محکوم شده بود. اتهامی که او هیچگاه آن را نپذیرفت. یک نظرسنجی جدید نشان می که رای دهندگان آمریکایی با نگرانی عمیق در مورد آنچه که پس از مشخص شدن نتایج ممکن است در پی داشته باشد به انتخابات ریاست جمهوری نزدیک می شوند. نظرسنجی Associated پرس و مرکز تحقیقات روابط عمومی نورک نشان داده است که از هر ده رای دهنده ثبت نام شده چهار نفر نگران تلاش های خوش و نتامیز برای لغو نتایج هستند در حالی که سهم مشابهی نگران تلاش های قانونی برای انجام این کار است دومین کودک پس از تصادف در مناطق روستایی ایالات سانت استرالیا جان خود را از دست داد این دختر 15 ساله پس از تصادف سه اتومبیل در 5 کیلومتری جنوب نانگواری شهری در 350 کیلومتری جنوب شرقی ادلید در وضعیت وخیمی به بیمارستان منتقل شده بود. انتونی البنیزی اتهامات مربوط به عملکرد نامناسب خود در ارتقا برای خود و خانواده‌اش در پروازهای شرکت هواپیمایی کوانتاس را رد کرده است. نه روزنامه استرالیایی ادعا کردهاند که نخست وزیر با آلن جویس رئیس پیشین شرکت هواپیمای کونتاس تماس مستقیم داشته است تا از ارتقاء رایگان پروازهایش از جمله زمانی که او سمت وزارت حمل و نقل را بر داشته استفاده کند پس از اینکه دولت وسترن استرالیا از تایید عملیات پیشنهادی خود در پیل برا خودداری کرد یک شرکت معدنی اکنون در حال بررسی یک شکایت قانونی است تونی بوتی وزیر امور بومیان در ایالت وسترن استرالیا به دلیل نگرانی در مورد دو مکان بومی شناسایی شده در بررسی میراث سال 2023 پارک ملی کارنجنی در محدوده بومیان متعلق به شرکت بومی وینتاواری گراما از موافقت با انجام این عملیات خودداری کرد. به کارمندان دولتی در ایالت کوینزلند گفته شده است که در یکی از نخستین اقدامات دیوید کریسافولی به عنوان نخست وزیر جدید این ایالت هیچ کاهش شغلی وجود نخواهد داشت این رهبر تازه سوگند خورده به بخش خدمات دولتی دویست و هزار نفری در این ایالت ایمیل زده است تا به آنها اطمینان دهد که اقدامات آخرین نخست وزیر محافظه کار کمبل نیومن را که در دوره ریاست خود از 2012 تا 2015 حدود 14 هزار نفر را اخراج کرد تکرار نخواهد کرد. قربانیان تجاوز جنسی و خشونت خانگی دیگر مجبور نخواهند بود در دادگاه های ایالت ویکتوریا بازجویی های اولیه را تحمل کنند. دولت این ایالت امروز قوانینی را به پارلمان معرفی می کند که نیاز قربانیان را برای ارائه بیش از یک بار شهادت در جلسات دادرسی و همچنین محاکمه ها از بین میبرد. کمیسر مستعفی سازمان نیروی مرزی استرالیا میگوید که امروزه تهدیدات بیشتری نسبت به زمانی که او برای نخستین بار در این سمت کار خود را آغاز کرد علیه استرالیا وجود دارد. کمیسر مایکل اوترام امروز پس از هفت سال ریاست این آژانس از سمت خود کنار گیری می کند. شنوندگان گرامی پیمان جمالی هستم و این پادکست خبری امروز سه شنبه 29 اکتبر 2024 اسپیس فارسی بود که اون را تقدیم حضورتون کردم.